یادمون باشه که کنترل همش فیدبک نیست، اما جزء مهمیش فیدبکه. میتونیم سیستم کنترلی بدون فیدبک داشته باشیم، اما جزء مهمیش فیدبکه. و جلسه پیش به این نتیجه رسیدیم که فیدبک باعث اتفاقات خوبی در سیستم میشه. حالا برای یک دسته خاصی از سیستم ها با توجه به دانشی که الان داریم تونستیم نشون بدیم که فیدبک باعث اتفاقات خوبی در سیستم میشه. از این جلسه حالا دیگه یه خورده میخوایم در کنار مفاهیمی که یاد میگیریم ابزار رو هم یاد بگیریم. باز هم تأکید میکنم در ذهنتون تفکیکی بین مفهوم و ابزار ایجاد کنیم. دیگه از این به بعد یه قسمت از چیزهایی که داریم میگیم ابزاریه که باهاش اون مفاهیم رو پیاده میکنیم، پاسخ میدیم. خب ما میخوایم در انتهای بحث کنترل تو هر مقطعش، کنترل خطی، کنترل غیر خطی و الاخر، برسیم به روش هایی برای در درجه اول تحلیل یه سیستم. ببینیم اصلا این سیستم چی کار است. در درجه دوم اگر که سیستم مشخصاتی داشت که مطلوب ما نبود و باید توسط یک کنترل کننده این مشخصات برآورده میشد، طراحی کنترل کننده. خب یه راه برای اینکه این کارو بکنیم اینه که هر سیستم رو جداگانه بررسی کنیم. سیستم تهویه هوا، سیستم بازوی رباتیک، سیستم تزریق انسولین، سیستم ترافیک، سیستم اقتصادی. تازه تو اینا هم هر مسئله جدا داره یه مشخصاتی رو بیان میکنه. این یه راهه که مسلماً راه مطلوب ما نیست، وگرنه باید به اندازه تعداد سیستم ها و اهدافی که وجود داره ما کنترل بخونیم. به جای اون میایم سعی میکنیم یک بیان یکتایی از سیستم همه رو بیاریم یه جا. اصولاً بهترین محیط برای این کار یک محیط ریاضیه. پس ما در درجه اول سعی میکنیم سیستم های مختلفی که باهاش سر و کار داریم ازش یک بیان ریاضی در بیاریم. اگه این کار رو بکنیم دیگه ما لازم نیست کنترل سیستم های فلان و فلان رو جدا بررسی کنیم، همش میشه یه سری روابط ریاضی. پس گام اولمون مدل سازی ریاضی سیستم هست. در واقع ما دنبال اینیم، بیان ریاضی رابطه ورودی. منظورم از ورودی اینجا ورودی تأثیرپذیره. ورودی خروجی یک دستگاه، خروجی هم همون خروجی کنترل. ما مگه هدفمون این نبود که
ورودی رو یه جوری تنظیم کنیم، تعریف کنترل، و یه الگوریتمی حساب کنیم که خروجی به هدف مطلوب یا به مقدار مطلوب برسه. پس اگه نحوه تأثیر ورودی روی خروجی رو بدونیم، دیگه لازم نیست ماهیت سیستم رو هم بدونیم. اون نحوه تأثیر همین بیان ریاضیه. چه ریاضیاتی؟ خیلی متنوعه. ما کم کم محدود میشیم به یک ریاضیات خاص. یه نکته این تو وجود داره، خیلی از پدیده های طبیعی رو ما اگه بخوایم یه بیان ریاضی بین ورودی و خروجیش داشته باشیم، یا بسیار پیچیده میشه، یه جاهایی هم به خصوص در مورد پدیده های طبیعی هیچ وقت به طور کامل نمیتونیم رابطه بین ورودی و خروجی، رابطه ریاضی بین ورودی و خروجی به طور دقیق بیان کنیم. متأثر از خیلی پارامتراست که خیلی هاش اصلا ما نمیتونیم اندازه بگیریم. مثلا رابطه زاویه تابش خورشید با حرارت منطقه‌ای که توش قرار داریم رابطه دارن، اما رابطه دقیق ریاضی به شرطی امکان پذیره که ما همه عواملی که در دمای محیط تأثیر داره رو داخل کنیم، باد، نمیدونم، رطوبت، ارتفاع، نمیتونیم این کار رو بکنیم. میایم رابطه ساده تری بیان، یعنی از دقت رابطه‌مون کم میکنیم، در عوض رابطه ساده تری داریم. پس اصولا توی مدل سازی ما مصالحه‌ای بین دقت و سادگی مدل داریم. دستبندی هم میخوام از انواع مدل ها الان بکنم، این خیلی کلیه، بعد این طرف میایم دستبندی جزئی تر انجام میدیم. ما یا رابطه ورودی خروجی رو با مدل یا روابط استاتیک بیان میکنیم. استاتیک منظور اینه که همه چی با روابط جبری داره بیان میشه. یا مدل این مدل دینامیکه. که مدل دینامیک ترکیبیه از روابط جبری و روابط دیفرانسیلی. یک کم برقی به مدل فکر کنیم و البته ساده. یه مداری که تشکیل شده از یه دونه مقاومت، اگه ورودیش ولتاژ باشه، خروجیش جریان باشه، رابطه ی ولتاژ و جریان چیه؟ آیا خروجی رو معمولا بر اساس ورودی بیان می‌کنیم؟ آی مساوی با وی آرام. این یه معادله جبریه. مدل شما مدل استاتیکیه. حالا کافیه تو همین مدار یه المان ذخیره کننده، مثلا خازن یا سلف قرار بدیم. اون موقع حالا بسته به این داره که موازی بذاریمشون، سری بذاریمشون،
اون موقع رابطه خروجی و ورودی به جز این که مثلا فرض کنید یه ویاروم داره، یه سی دی وی به دی تی هم داره، دیگه مشتق اومد تو کار. دیگه معادله‌ای که داریم بررسی میکنیم یه معادله دیفرانسیلیه. خیلی بیراه نیست که بگیم همه پدیده‌های طبیعی در یک سطحی از سطح خوبی از دقت، نه دقیقاً، ولی در یک سطح خوبی از دقت با معادلات دیفرانسیلی قابل توصیفن، ولی با معادلات جبری نه. تو معادلات جبری شما تغییر رو نمیبینین، شما هیچ وقت یه خازن رو نمیتونین با یه رابطه جبری مدلش کنین، مگر اینکه بگین انقدر صبر میکنم که حالت گذراش تموم شه برسه به یه حالت ماندگار، بعد اون موقع با یه رابطه جبری میتونم بیانش کنم. ولی با معادله دینامیکی میتونیم بیان کنیم. بازم میگم تقریبا همه پدیده هایی که ما میشناسیم با دقت خوبی یک مدل دینامیک دارن، یعنی از یک سری روابط دیفرانسیلی تبعیت میکنن. اینجاست که اهمیت درس، مبحث، نمیدونم مفهوم معادلات دیفرانسیل خیلی مهمه. یه مهندس همه کاری که میکنه معادلات دیفرانسیل. چرا؟ چون همه پدیده های طبیعی رو داره توضیح میده. ما هم از این به بعد با معادلات دیفرانسیل کار میکنیم، ولی ما خیلی سادش میکنیم، یا اینجوری بگم از یک منظری نگاهش میکنیم که ساده است. خب بریم سراغ دستبندی سیستم ها. قسمتی از اینا رو توی سیگنال سیستمتون دیدیم. سیستم های خطی، سیستم های خطی مشخصه اصلیشون چیه؟ چجوری چک میکردیم یه سیستم خطیه یا نه؟ قانون جمع آثار. خب در مقابل سیستم های خطی ما سیستم های غیر خطی رو داریم که قانون جمع آثار در موردشون برقرار نیست. باز در درس سیگنال سیستم یک دسته مهم دیگه از سیستم ها سیستم های مطلوبه تغییر ناپذیر با زمانی که ساده تره، سیستم های تغییر ناپذیر با زمان. همینجوری سرانگشتی تعریفش چیه؟ رابطه ورودی خروجی با زمان تغییر نمی کنه. در مقابل این سیستم های تغییر پذیر با زمان رو دارید.
دسته دیگه سیستم های تک ورودی تک خروجی. یه سیستمی که یک ورودی داره و یک خروجی، در مقابلش سیستم های چند ورودی چند خروجی و حالا ترکیبی از اینا، مثلا سیستمی که سه تا ورودی داره دو تا خروجی. دستبندی های دیگری هم می شود از سیستم ها ارائه داد، سیستم هایی که با معادله دیفرانسیلی معمولی ordinary differential equation توصیف می شن، سیستم هایی که با معادله دیفرانسیلی جزئی فرقش دی به دی ایکس اگه یادتون بیاد و روند به روند ایکس تو ریاضی مهندسی میبینیم بعضی هاشو دیگه، ما سراغ اون دستبندی ها نمیشیم. سیستم هایی که سیستم های یقینی هن، سیستم هایی که سیستم های تصادفی هن، سیستم هایی که سیستم های کریسپ هن، رابطه بین ورودی خروجی با تساوی داره بیان میشه، سیستم هایی که رابطه بین ورودی خروجیشون بیان ریاضی داره اما ریاضیش تساوی نیست، ریاضیش یه رابطه فازیه، اگه این زیاد شد اونم زیاد میشه، اگه این دوتا زیاد شد و اون سومی کم شد این یکی ثابت میمونه مثلا. ولی این دستبندی برای ما کفایت خب از بین این سیستم ها ما یه نتیجه فعلا میگیریم، همین جلوتر از اون نتیجه استفاده میکنیم. اگر سیستمی خطی و تغییر ناپذیر با زمان باشد، تبدیل لاپلاس رابطه ورودی خروجی رو میتونه بیان کنه. حالا ما اسم اون رابطه هر رو تو حوزه لاپلاس میذاریم تابع تبدیل، تأکید میکنم در حوزه لاپلاس رابطه ورودی خروجی را بیان میکنه. ما رو بحثمون رو محدود میکنیم از این دسته بزرگ، ما در کنترل خطی که الان داریم توی محدوده این درس در موردش صحبت میکنیم اینه، توصیف سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان تک ورودی تک خروجی. خب ببینید چقدر خودمون رو محدود کردیم. یک،
سیستممون رو خطی در نظر گرفتیم. دو، سیستممون رو تغییر ناپذیر با زمان در نظر گرفتیم. سه، سیستممون رو تک ورودی تک خروجی در نظر گرفتیم. هر کدوم از اینا به دلیلیه. سیستم های خطی بررسیشون بسیار ساده تر از سیستم های غیر خطیه و نکته مهم اینه که نتایج کلی تری میشه توی این سیستم ها به دست آورد. همینطور سیستم های تغییر ناپذیر با زمان و مجموعه این دوتاست که امکان استفاده از حوزه فرکانس یا حالا حوزه لاپلاس رو به ما میده. و همه تون توی درس سیگنال و سیستم دیدیم که چقدر فرق میکنه حوزه لاپلاس با حوزه زمان. کسی یادش هست بزرگترین امتیاز حوزه لاپلاس چیه؟ چه؟ آها، خب همه مثل این که دردشو چشیدن. یه کانولوشن ساده در حوزه زمان، یعنی کانولوشن در حوزه زمان تبدیل میشه به ضرب در حوزه فرکانس یا لاپلاس، که خب همتون چشیدین که ضرب کردن بسیار ساده تر از کانولوشن گرفتن. و آیا این وسط اطلاعاتی از دست میره؟ شما اطلاعات از دست میره یعنی چی؟ یعنی ممکنه که در مورد سیستم هایی که میشه بردشون تو حوزه لاپلاس از حوزه زمان بیاین تو حوزه لاپلاس محاسباتی رو انجام بدین، آیا میتونیم برگردین تو حوزه زمان؟ میتونیم. حالا یه شرایطی وجود داره ولی ما شرایط رو اینقدر محدود کردیم که بتونیم این کارو بکنیم. پس اطلاعاتی هم از دست نمیره. پس چیه که اون یکی پیچیده است این یکی ساده؟ این سوال جوابش قسمتی از مهارت مهندسیه در حالت کلی. آیا هر اینجوری سوال نمیپرسم، آیا هر پدیده پیچیده‌ای ذاتاً پیچیده است؟ بستگی داره که از چه زاویه‌ای بهش نگاه کنیم. از یه زوایایی یک مسئله بسیار پیچیده است، ممکنه زاویه‌ای پیدا کنیم که اون مسئله رو بشه راحت‌تر بررسیش کرد. هنر یک مهندس تغییر منظر برای ساده‌تر دیدن مسائل. چیزی هم از دست نمیره این وسط ها. یه هنر دیگهش اون بالایی است که تا جایی که اجازه داره از دقت صرف نظر کنه ولی به ازاش سادگی رو. پس دو تا چیز رو بزنین کنار هم. یکی مهندس باید بلد باشه تقریب بزنه. تقریب زدن هم علکی نیست، تقریب خوب داریم تقریب بدم داریم. یکی این که باید بلد باشه زاویه نگاه یا حملش رو به مسئله جوری عوض کنه که مسئله ساده بشه برای بررسی. خب حالا اینی که ما خودمون رو محدود کنیم به سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمانه، این آخریش اونقدر مهم نیست. فقط چون میخواییم مبحث درسمون رو شست رفته ارائه بدیم، بعدن توی دوره کارشناسی یا ارشد اونهایی که کنترلن یه درسی دارن سیستم های چند متغیره، همین چند ورودی چند خروجیه،
خیلی ماهیت ها فرق نمی کنه، یه سری چیزا اضافه میشه. خب این اونقدر محدود، یعنی این هممون میدونیم که محدود کننده است. حالا این که ما از یه آرزوی بزرگی شروع کردیم، بعد خودمون رو محدود کردیم به یه مجموعه خیلی کوچیکی از اون آرزوی بزرگ، یکم نقض غرض توش نیست؟ فایده داره اصلا کاری که ما میخوایم بکنیم؟ حالا اومدیم ما علامه شدیم در مورد سیستم های خطی تغییر ناپذیر بازمان. به این چند تا جمله رو اضافه کنید. تقریبا همه سیستم های واقعی غیر خطی هم. با تقریب کمتری خیلی موشکافانه همه سیستم های واقعی تغییر پذیر با زمان هم هستن. پا این چه فایده داره؟ یک، بله اون بزرگ بزرگه خیلی خوبه، اما نمیشه کاری توش کرد، یا حداقل خیلی سخت میشه توش گام برداشت و تو این راحت میشه گام برداشت. در واقع داری میگی که همه اون سیستم های خطی حداقل توی محدوده های رفتارهای خطی از خودشون نشون میدن. حالا که اصلا نمیشه حل کرد، حداقل تو اون محدوده ها حلش کنیم. یک کم جلوتر بعد از اینکه مدل سازی سیستم های مکانیکی و اینا رو گفتیم، بعد یه تکنیکی میگیم به اسم خطی سازی. شما یه مدل به دست میارین غیر خطیه، اما میگین اشکال نداره تو این محدوده رفتارش شبیه یک سیستم خط، تقریبش میزنیم با یه سیستم خطی که میتونیم درکش کنیم، میتونیم طراحی براش انجام بدیم. پس اگرچه جزء کوچکیست، اما کوچک مهمیه، خیلی هم مهمه. خب یه امتیازی که این سیستما دارن، همواره قابل توصیف توسط یا با قابل توصیف با معادله دیفرانسیلی با ضرائب ثابت هستن. اگر من این سیستم رو در نظر بگیرم، یکم در سیگنال سیستم باشیم که پاسخ ضربش جی تیه، یک ورودی داره آر تی مثلا و یک خروجی داره سی تی، تک ورودی تک خروجی هم هست. اگه سیستم خطی تغییر ناپذیر با زمان باشه، حتما یه معادله دیفرانسیلی به این ترتیبی که می نویسم وجود داره. مشتق انون خروجی به اضافه یک ضریبی از مشتق ان منهای یکم خروجی تا یک ضریبی از خود خروجی، از مشتق مرتبه انش تا مشتق مرتبه صفرش، مساویه با در مورد ورودی هم از مرتبه ام شروع میکنیم، ضریبی از مشتق مرتبه ام ورودی به اضافه ضریبی از مشتق مرتبه ام منهای یک ورودی تا خود ورودی.
ضرایب هم ضرایب ثابتی هم. حالا میگیم اگر شرایط اولیه یعنی چی؟ یعنی ورودی و خروجی و مشتقاتشون در لحظه صفر صفر باشد، با تبدیل لاپلاس از طرفین دارین، بیاین از طرفین این تبدیل لاپلاس بگیریم. یادتون میاد اگه سیتی تبدیل لاپلاسش CS باشه، مشتق سیتی تبدیل لاپلاسش بدون شرایط اولیه میشه SCS، مشتق دوم S2 الی آخر، و تبدیل لاپلاس هم یه عملگر خطیه، ضرب در عدد و جمع درش تأثیری نداره. پس من اینو میتونم به این ترتیب بنویسم: SN به اضافه AN منهای 1 S منهای 1 تا A0 در CS مساوی با BM SN به اضافه BM منهای 1 SN منهای 1 تا بی صفر در آر اس. سی اس و آر اس هم که تبدیل لاپلاس سی تی و آر تی هم به ترتیب. خب من رابطه سی اس به روی آر اس رو که از همون بالایی به دست میاد اسمشو میذارم تابع تبدیل، تابع تبدیل سیستم، که حالا توی این فرمتی که ما نوشتیم میشه BM SN به اضافه BM منهای 1 SN منهای 1 تا B0 SN به اضافه AN منهای 1 SN منهای 1 تا آ صفر. دو تا تعریف هم اینجا میکنیم: مرتبه سیستم و مرتبه نسبی سیستم. باش او تو اگه میبینی که پس دیگه مرتبه سیستم درجه چند جمله‌ای مخرج که اینجا N، مرتبه نسبی سیستم اختلاف درجه چند جمله‌ای های صورت و مخرجه که اینجا N منهای M. اگر این RS باشه این CS، تابع تبدیل سیستم تو حوزه لاپلاس رو ما GS بیان میکنیم، که اگه یادتون باشه از سیگنال سیستم GS هست تبدیل لاپلاس پاسخ ضربه. پس سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان
تک ورودی تک خروجی، اولا با معادله دیفرانسیل با ضرایب ثابت توصیف میشن حتما، ثانیا اگر شرایط اولیه‌شون صفر باشه تابع تبدیلی دارن که تابع تبدیل یک کسر گویا از چند جمله‌ای هایی بر حسب اس. انقدر از این به بعد اینو خواهیم دید که ممکنه کم کم یادمون بره اصلش از معادله دیفرانسیل اومده. یه دفعه ما معمولا میریم سراغ تابع تبدیل. خب سوالی اگه هست بپرس. با فرکانس به معنای جی اومگا میدونیم که اس صفحه لاپلاس فرکانس رو به عنوان محور موهومی تو خودش داره، در نتیجه وقتی هم مورد صحبت میکنیم خود به خود اومگا توش هست. اما نه، ما بیان صریحمون رو در مورد چرا؟ چون مثلا پایداری سیستم ها رو با تابع فرکانسی نمیتونیم بررسی کنیم، حتما باید تابع تبدیل، تابع لاپلاس داشته باشیم تا بتونیم بررسی کنیم. یکی دیگه هم باش من تلاش هم میکنم، شما هم هر از چنگایی وقتی شروع کرد کوچیک شدن هینتتون رو بده. خب بله باز حالت رو یکم خواهد، ولی این خاص کردنی نیست که خیلی اذیتمون کنه. چرا؟ کی یادش میاد؟ ما شرایط اولیه رو به جای اینکه شرایط اولیه در نظر بگیریم میتونیم یه جور ورودی در نظر بگیریم. چه ورودی؟ نه ثابت نه، ورودی ضربه دلتا. و البته حالا هر چقدر شرایط اولیه مرتبه بالاتری داشته باشیم که غیر صفرن، مشتقات مرتبه بالاتر ضربه. بعد با توجه به اینکه قانون جمع آثار برقراره اون رو هم میتونیم بیان کنیم. خب بریم سراغ یک مثال. تابع تبدیل خروجی جریان، خروجی جریان به ورودی ولتاژ را در مدار زیر به دست آورید. یه مدار ساده آرسی رو در نظر بگیرید. به عنوان ورودی یک ولتاژی بهش میدیم VT و به عنوان خروجی میخواییم جریان این رو ببینیم، این مقاومت R خازن C. فرض کنی شرایط اولی هم صفر، اینجا رو
ای0 در نظر بگیریم که فعلا خیلی مقدماتی میخواییم بنویسیم. معادلاتی که وجود داره آی مساویه با وی منهای ای0 تقسیم بر آر. و از طرفی یه رابطه هم بین آی و ای0 وجود داره توی این خازن، درسته؟ آی مساویه با سی دی ای0 به دی تی. خب ما این خیلی داریم قدم به قدم جلو میریم. ما یه معادله دیفرانسیل میخواییم الان که فقط توش خروجی و ورودی باشن، پس هر چیزی جز اون هست رو باید بریزیم کنار. مثلا ای0 رو از اینجا به دست بیاریم بذاریم تو معادله پایینی، ای0 مساویه با وی منهای آر آی. پس اینجا با توجه به اون نتیجه داریم آی مساویه با سی دی وی به دی تی منهای آر سی دی آی به دی تی. خروجی های یه طرف، ورودی های یه طرف. آر سی دی آی به دی تی به اضافه آی مساویه با سی دی وی به دی تی. این یه خورده مقایسه کنیم با اون معادله‌ای که اونجا نوشتیم، یه فرقی داره. ما برای اینکه از یه نوتیشن یکسان استفاده کنیم همیشه ضریب بزرگترین مشتق خروجی رو یک در نظر میگیریم. خب اینجا برای اینکه این اتفاق بیفته خروجیمون آیه همه رو به آر سی تقسیم میکنیم. خب ازش تبدیل لاپلاس بگیریم، میشه S به اضافه یک بروی R C I S مساویه با یک آروم S، یعنی S آروم V S. بنابراین تابع تبدیل ما I S به V S میشه یک آروم S به روی S به اضافه یک تقسیم بر RC. ببینیم ما الان رسیدیم به یک مفهومی به اسم تابع تبدیل. نکته اول، تابع تبدیل مشخصه ای از سیستم است. و ربطی به ورودی خروجی و ماهیتشون نداره. منظور چیه؟ چه شما اینجا ویتون یه عدد ثابت باشه، چه یه سیگنال سینوسی باشه، چه یه سیگنال دندان اره‌ای باشه، هر چیزی که باشه، تابع تبدیل سیستم عوض نمیشه.
دو، تابع تبدیل هیچ برداشت یا مشخصه ای، هیچ برداشتی از ماهیت سیستم نمیدهد. ماهیت سیستم منظورم اینه که این سیستم چه سیستمیه؟ سیستم اقتصادیه؟ سیستم، من اگه شما بگم یه سیستم دارم تابع تبدیلش یک به روی اس به اضافه یک، میتونه یه سیستم الکتریکی باشه، میتونه یه سیستم مکانیکی باشه، میتونه یه سیستم اقتصادی باشه. از تابع تبدیل هیچ برداشتی در مورد ماهیت سیستم نمیتونیم بکنیم. با دانستن یا داشتن تابع تبدیل میتوان خروجی را برای هر ورودی محاسبه کرد. اگه الان به شما VS رو بدن، شما میتونین برین IS رو به دست بیارین. IS رو که داشته باشین میتونین برین IT رو از عکس تبدیل لاپلاس به دست بیارین. حالا VT هر چی که بوده، وقتی داشته باشین تابع تبدیل رو میتونین. این یعنی چی؟ یعنی در مورد این سیستم ها تابع تبدیل هر آنچه در مورد سیستم باید بدونیم بجز ماهیتشو داره. هر آنچه یعنی اینکه شما هر ورودی بهش بدیم میتونید خروجیشو به دست بیارید. یا اینجوری بگیم، اگر دو تا سیستم داشته باشیم که تابع تبدیلشون مثل همه از نظر ما، صرف نظر از ماهیت، این دو سیستم یه سیستم هست. یه نکته دیگه ای که یه جایی بهش میرسیم، ما تابع تبدیل الان با یک رابطه، یعنی روابط رو نوشتیم، روابط حاکم بر المان‌ها رو نوشتیم، رسیدیم به تابع تبدیل. اما تابع تبدیل را میتوان با آزمایش تجربی به دست آورد. بعدا میبینیم که چجوری. حالا دیگه بحثمون خیلی الان دیگه ابزاریه، میخوایم ابزار معرفی کنیم، چند تا ابزار برای سیستم ها، برای نمایش سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان تعریف میکنیم. یکیش که خیلی مرسوم بین کنترلی ها، شاید مرسوم ترین ابزار نمایشی باشه، نمودار یا دیاگرام بلوکیه. چند نکته در موردش بگم. اولا که چیه واقعا؟ یک نمایشه ترسیمی از سیستم ها و نحوه ارتباط آنهاست.
دقیق تر بود بگم از زیر سیستم ها. فرض کنید یه سیستم خیلی بزرگ داریم که از چند تا زیر سیستم تشکیل شده. توی دیاگرام بودیم که راحت میشه اینو نشون داد. اینی که هر کدوم از زیر سیستم ها کجا هم چجوری هم چجوری به همدیگه وصل میشن. درک خوبی از جریان سیگنال به ما نشون میده. میتونیم روش نگاه کنیم ببینیم خب این سیگنال از اینجا اومد رفت تو اون سیستم، بعد از اون از این سیستم اومد بیرون، خروجیش رفت تو یه سیستم دیگه ای. و در نهایت کمک میکنه در ساده کردن سیستم هایی با اجزای پیچیده، متعدد و پیچیده. بازم به علت اینکه یک ابزار ترسیمیه. حالا ببینیم دیاگرام بلوکی از چه اجزایی تشکیل شده. کننده یک سیستمه. که ما معمولا داخل بلوک تابع تبدیل سیستم رو می نویسیم. اگه در مورد سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمانم داریم صحبت میکنیم، بهترین چیزی که می تونیم یه سیستم بگیم تابع تبدیل تو حوزه لاپلاسه. این بلوک نماینده یک سیستمه. خطوط نماینده سیگنالن، خطوط هم جهت دارن. در مورد سیگنال ها بعضی وقتا به حوزه زمان نشونشون میدیم، بعضی وقتا به حوزه فرکانس. خیلی وقتا هم تو ساده کردن سیستما اصلا مهم نیست که زمان میذاری یا فرکانس. پس خطوط سیگنال نشون میدن، بلوک ها سیستما. برای یادآوری مجدد میدونیم که سی تی هست آر تی کانولوشن پاسخ ضربه، یا تو حوزه لاپلاس سی اس حاصل ضرب آر اس و جی اس، جی اس در آر اس. دو، جمع کننده. جمع کننده ها رو حالا مرسومیه که با یه دایره نشون میدیم. یه تعداد سیگنال به جمع کننده میاد، مثلا R1 R2 R3. علامتی که وارد جمع کننده میشه هم کنار اون میذاریم.
اگر این خروجی باشه، این جمع کننده داره میگه آر یک به اضافه آر سه منهای آر دو. سه ضرب کننده، ضرب کننده رو تقریبا استفاده نمی کنیم، ولی یه نمادی به این صورت داره: آر یک آر دو، حاصل خروجیش هم اگه سی باشه میشه آر یک ضرب در آر دو. چرا استفاده نمی کنیم؟ در محدوده سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمانی که ما داریم بررسی می کنیم، سعی میکنیم از یه همچین عملگری اجتناب کنیم. ممکنه باعث بشه سیستم غیر خطی بشه. حالا کدوم سیستم؟ یه سیستم کلی که یه جایی دوتا سیگنال دارن توش در همدیگه ضرب میشه. چهار، نقطه انشعاب. اگه بخوایم یه سیگنال رو به دو جا بفرستیم توی بلوک دیاگرام، خیلی ساده انشعاب ازش میگیریم. اگر این آر باشه، سی یک میشه همون آر، سی دو هم میشه آر. دقت کنیم، ما بلوک دیاگرامی نداریم که دو تا سیگنال بیان توی یک نقطه، یا سیگنال ها باید با هم جمع بشن که از جمع کننده استفاده میکنیم، یا باید ضرب بشن که از ضرب کننده استفاده میکنیم. این در واقع شکل صحیحی نیست که دو تا سیگنال بیان توی یک نقطه. تا یادم نرفته بگم جلسه بعد کلاستون تعطیله و به ازاش بعدن یه جلسه جبرانی میزم. نه، من واقعا جلسه بعد فکرم مثلا نیم ساعت یه ساعت بعد از کلاس شما جلسه دفامه، که خیلی دوست ندارم با حالت درس دادن برم، یعنی میدونم نتیجهش خوب نمیشه، میرم اونجا بعد جلو داورا یه جوری چیز میکنم که انگار میخوام بهشون درس بدم. بعد خب نه، واقعیت اینه نه اینکه اثرات خوبی داره. در نتیجه جلسه بعد کلاستون کنسل، بعد جلسات بعدیش هم یا کلن کنسل میشه دیگه با توجه به نتیجه جلسه دفاع، یا این که دیگه حالا انشالله شیرینی جلسه بعدش، یعنی یک شنبه. داریم که
که در خلالش حالا مثال های خیلی ساده ای از بلوک دیاگرام هم زده میشه. این تعاریف رو ما به کرات استفاده میکنیم، بهتره که یادتون باشه. تعاریف در سیستم حلقه بسته، برای اینکه تعریف واضح بشه که چی رو داره بیان میکنه، من دو تا سیستم حلقه بسته در نظر میگیرم. قبلا هم اینو دیدیم، یکی این سیستم حلقه بسته است. حالا مثلا بگیم سیستم یک، یکی هم این سیستم حلقه بسته است. این هم بگیم سیستم دو. این اگه آر اس باشه، اسم اینجا رو میذاریم ای اس، یو اس، سی اس، همه سیگنال رو اسم گذاری کردم. اینجا هم همینطور آر اس، CS. فقط اینجا این ای خیلی معنی داره. چرا؟ هست اختلاف سیگنال مرجع رفرنسمون با خروجیمون. قرار بود این برسه به این، اگه قرار این باشه، این واقعا میشه اون خطایی که باید صفر بشه. اینجا دیگه این نیست، درچه میشونی اسمشو بذاریم ای اس. من اونجا نمشتم ای اس، ولی یادمون باشه که حالا این لزومن به معنی خطا نیست. اسم این آنه یه سیگنالی بذاریم مثلا بی اس. خیلی نیست شد دوباره. خب بریم سراغ تعاریفمون. تابع تبدیل حلقه باز. تابع تبدیل حلقه باز حاصل ضرب تمام توابع تبدیل موجود در حلقه است. تو سیستم یک موجود در حلقه میشه HS زد در GS. ترتیب هم فرقی نمی کنه چون سیستم ها خطی هم. تو سیستم دو میشه چی؟ بازم GS زد در HS تو حلقه است. تابع تبدیل پیش رو یا پیش خور هست حاصل ضرب
توابع تبدیل در مسیر مستقیم ورودی به خروجی. شما بگید توی این دو تا سیستم چی میشه؟ تو یک HS در GS از ورودی به خروجی، توی سیستم دو فقط GS. و در نهایت تابع تبدیل حلقه بسته. تابع تبدیل حلقه بسته، تابع تبدیل ورودی خروجی، همون تابع تبدیل اصلی سیستم، CS به RS. اینجوری بنویسیم. توی سیستم هایی با یه دونه حلقه به این ترتیب که علامت فیدبک منفیه، این میشه تابع تبدیل پیشرو تقسیم بر یک به اضافه تابع تبدیل حلقه. به دست آوردنشون کار عجیب غریبی نیست. تو سیستم یک CS به RS مرسومه که تابع تبدیل حلقه بسته رو با TS نشون میدن. همیشه نیست، مرسومه. میشه چی؟ تابع تبدیل پیشرو یک یعنی GS HS به روی یک به اضافه تابع تبدیل حلقه GS در HS. در سیستم دو یکم فرق میکنه، TS میشه تابع تبدیل پیشرو یعنی GS تقسیم بر یک به اضافه تابع تبدیل حلقه GS HS. به دست آوردنش هم کار خیلی راحتیه. میخواین این گوشه به دست میارید. مثلا توی سیستم یک تقریبا یه بارم به دست آوردیم جلسه قبل. CS هست GS در US. خود US هست چی؟ HS در ES و از طرفی ES هم هست RS منهای CS. خب اینو جا گذاری میکنیم اونجا. C مساوی Sشو دیگه نمی نویسن، برای سیگنال ها نمی نویسن. C مساویه با GS HS در R منهای C. اون C رو میاریم این طرف، R هم این طرف نگه میداریم. پس C به R میشه GS HS به روی یک به اضافه GS HS.
هست، یه سری یک اس قبلی و یه سری اس قبلی همون دوا سی اس قبلی و یه سری اس قبلی. چرا حالت قبل و حالت فعلی براش قائل میشین؟ که من میخوام سی اس الان رو به دست بیارم، اون یه دوره قبل رو میارم با یه جدیدم جمعیناش میکنم و این سیستم تحصیل هم بودیم. آها، علتش اینه که شما الان داریم به معادله دیفرانسیلی به شکل معادله تفاضلی نگاه میکنیم. معادله دیفرانسیلی معادله تفاضلی نیست. تو معادله تفاضلیه که انگار یه تأخیری میافته برای مثلا فرض کنیم از اینجا که رد میشه این میشه یه لحظه بعد. تو معادله دیفرانسیل نه، اینطوری نیست. درسته که یه نگاه به مشتق هست، اختلاف این منهای اختلاف اون تقسیم برای زمان، ولی یه چیزی داره وقتی زمان میره به سمت صفر، پس قبل و بعدی وجود نداره. یک. دو، یه جور دیگه هم هست. اینم بعد اونی که ما داریم میگیم توی سیتی و آرتیه، اس اصلا ربطی به زمان نداره و اون رابطه ای که مثلا مشتقیر کوزه لاپلاسش میشه خود اس، درسته؟ وقتی که میگیم CS مساویه با فرض کنیم مشتقگیر صدره، CS مساویه S ضرب در RS، این همینه. ولی تو حوزه زمانش میشه مشتق R، که تو اون مشتق اون اختلاف زمانی کوچیک در نظر گرفته میشه، خود به خود تو تبدیل لاپلاس در نظر گرفته شده است. خب بریم سراغ رسم بلوک دیاگرام. حالا یا از روی یه سیستم، مثلا یه سیستم الکتریکی، یا مثلا از روی معادلات دیفرانسیل. ممکنه آنچه که اینجا میگیم به طور مستقیم و در مسائلی که بعدشون کوچیکه به درد نخوره، اما یک، شما رو با بلوک دیاگرام بیشتر آشنا میکنه، دو، توی مسائلی که ابعادش بزرگ میشه قسمتی از کاری که شما به صورت جبری قرار بوده بکنین رو کمک میکنه که به صورت ترسیمی انجام بدین. حداقل برای هوش انسانی معمولا کارهای ترسیمی راحت تره. بیاییم سه مرحلهش میکنیم. ابتدا معادله دیفرانسیلی که هر یک از عناصر را توصیف میکند پیدا میکنیم یا مینویسیم. دو، با فرض شرایط اولیه صفر تبدیل لاپلاس معادلاتی که تو یک به دست اومدن رو حساب میکنیم و تابع تبدیل را می نویسیم.
ممکنه سه تا عنصر باشه، هر کدوم یه معادله دیفرانسیل میشه، سه تا معادله دیفرانسیل میشه، سه تا تابع تبدیل. حالا تو مرحله 3 تابع تبدیله، مرحله 2 رو به هم متصل میکنی. البته تا حدودی مهمه که معادله دیفرانسیل هر کدوم از عناصر رو چجوری شما برای یه مثلا خازن میتونیم بنویسیم V مساوی C دی آی به دی تی، آی مساوی C دی وی به دی تی، میتونیم بنویسیم V مساوی یک سیوم انتگرال آی دی تی. این یکی میشه S، این یکی میشه یک اسوم. اینی که چه ترتیبی رو انتخاب میکنین با توجه به ورودی و خروجیتون، ورودی خروجی اصلی کل سیستم قابل پیدا کردنه. مثلا همون مثال قبلی، مثال بلوک دیاگرام مدار آرسی رو، مدار آرسی زیر را رسم کنید. فرض کنیم ورودیش ویه، اینجا نوشتم ای آی، فرقی نمی ای آیه، خروجیش این بار مثلا ای اوه. مخواهم رابطه رو بین این دوتا بنویسیم. خب مرحله یک برای هر کدوم از عناصر معادله دیفرانسیل رو می نویسیم. مرحله یک یه مقاومت داریم و یه دونه خازن. برای مقاومت میتونیم بنویسیم ای آی مساوی با آر آی، این هم جریان آی در نظر بگیریم، به اضافه ای او. این برای مقاومت. برای خازن ای او مساوی با یک سیوم انتگرال آی دی تی. مرحله دوم، فرض میکنیم شرایط اولیه صفره، از اینا تبدیل لاپلاس میگیریم، میشه ای آی اس مساوی با آر آی اس به اضافه ای او اس. و دومی ای او اس مساوی با یک تقسیم بر سی اس آی اس. خب تو مرحله سوم اینا رو به صورت بلوک دیاگرام میخوام نشون بدم. یکی اینو دارم، یه تابع تبدیلی دارم یک به روی سی اس که ورودیش چیه؟ آی اس، خروجیش ای او اس. این رو هم به این ترتیب در نظر بگیریم، آی اس مساویه ای آی اس منهای ای او اس تقسیم بر آر.
کدومش سیگناله؟ این سیگناله، اینم سیگناله، این سیگنال نیست. اگه فقط اینو بخوام نگاه کنم، این یه سیستم ساده است که ورودیش ایه آی منهای ایه اوه، تابع تبدیلش هم یک آرومه. پس یه دونیم یک آروم دارم که بهش چی وارد میشه؟ ایه آی منهای ایه او، ازش چی خارج میشه؟ آیه اس. خب آیه اس رو که میدم به همین آیه اس، اینا بس شده. حالا فقط مونده تکلیف اینا هم مشخص بشه. ایه آی از کجا داره میاد؟ ورودیه که اصلا داره از بیرون میاد. اما ایه او از کجا داره میاد؟ خروجی تونه. پس برای اینکه اینو بسازم میگم خب این ایه آی جمع میشه با منفی ایه او. حالا با توجه به چیزی که اینجا گفتیم، شما الان سریعاً باید تا به تبدیل حلقه بسته رو بتونیم بگید. مسیر پیش رو یک بروی R C S بروی یک به اضافه تابع تبدیل حلقه باز که دوباره خودش میشه، یک بروی R C S. خیلی بخواییم به فرم استاندارد درش بیاریم، قرار بود مخرج به بهترین توانش S باشه، صورت مخرج رو توی S ظرف کنیم، میشه یک بروی RC بروی S به اضافه یک بروی RC. این سیستم مرتبه چنده؟ مرتبه نسبی؟ مرتبه نسبیش هم یک. خب این هم از این. نه نه، حالت استاندارد اینه که ضریب بزرگترین توان است و مخرج یک باشه. خیلی مهم نیست، خیلی خودتون نگران این تیکه نکن. سوالی اگه هست بپرسید. برای سیستم های تک حلقه یه ساده فقط تعریف کنم. علتش میگه نمیخوایم بگیم دیگه، نمیخوایم بگیم که آقا این چی بود.